آلن دلون نامی آشنا برای کسانی که به فیلم و سریال علاقه من هستند این هنرمند فرانسوی امروز از دنیا رفت در زندگی او چه اتفاقاتی رخ داد علت فوتش چی بود دلون 8 نوامبر 1935 در فرانسه به دنیا اومد. او به عنوان یکی از برجسته ترین بازیگران اروپا در طول دهه های 1960 تا 1980 شناخته میشه. سبک، ظاهر و نقشهاش او رو به یک نماد بین المللی تبدیل کرد. آلن دلون در دهکده به نام سو در حوالی پاریس به دنیا اومد. نام پدرش فابیان و نام مادرش ادیت بود. زمانی که آلن چهار ساله بود، پدر و مادرش از هم جدا شدند و به ناچار سرپرستی او به خانواده دیگری واگذار شد. او در خونه رشد کرد که روبروی یک زندان بود. آلن با بچه های نگهبان زندان همبازی بود. پس از چند سال پدر و مادرخوانده او بر اثر حادثه‌ای کشته شدند و او دوباره تحت سرپرستی مادرش قرار گرفت. اون موقع مادرش با یک قصاب ازدواج کرده بود. آلندلون در دوران کودکی به دوچرخه سواری، فوتبال و رفتن به سینما علاقه بسیار زیادی داشت. او دوران تحصیل خودش رو در مدارس کاتولیک گذروند و از اونجا که پسر خیلی شلوقی بود، چندین بار از مدرسه اخراج شد و در 15 سالگی به کلی درس و تحصیل رو کنار گذاشت. بعدش ناپدریش به ناچار او رو به مغازه قصابی خودش برد تا این حرفه رو به او بیاموزه اما آلن هیچ علاقه ای به قصابی نداشت و در 17 سالگی اون خونه رو ترک کرد و به ارتش پیوست او در یگان تفنگداران دریایی ارتش به عنوان چترباز به خدمت ادامه داد و در سال 1954 در جنگ اول هند و چین حضور داشت او دوران خدمتش رو در ارتش با اشتیاق ادامه میداد اما به خاطر دزدیدن یک جیب کارش به دادگاه نظامی کشید دلون در مورد خاطراتش در اون زمان گفته در اونجا دوستانی پیدا کردم کسانی که با اونها حرف می زدم و به حرفهای من گوش میدادن اما ورود به سینما آلن در سال 1956 از خدمت در ارتش ترخیص شد و به عنوان باربر و بعدش به عنوان پیشخدمت در کافه های مختلف پاریس به کار پرداخت بین روسبی ها و گنگسترها زندگی می کرد. او درآمد ثابتی نداشت و مستقل از خانواده زندگی می کرد. طی همین مدت با بسیاری از بازیگران که در کافه های محل کارش رفت و آمد داشتند آشنا شد. یکی از این بازیگران ژان کلود بریالی بود. کسانی که درباره زندگی این هنرمند تحقیق کرده بودند گفتند او با دنیای زیرزمینی جنایتکاران در ارتباط بوده و مدتی هم با اونها زندگی می کرده. خلاصه ژان کلود با آلن دلون دوست شده بود این دوتا یعنی دلون و بریالی در سال 1957 تصمیم گرفتن که با هم به جشنواره فیلم کن برن این تصمیم زندگی آلن رو برای همیشه تغییر داد آلن یه آدم معمولی بود و هیچ گونه تجربه بازیگری نداشت اون شبم با یه دست لباس کرایه‌ای به جشنواره رفته بود پس از بازگشت از جشنواره به یک فوق ستاره تبدیل شد. چهره فوق جذابش در اون مجلس کاملا سرآمد همگان بود و در اونجا بود که کارگردان های مختلف به سراغش رفتن و بیشتر در نقش دزد یا آدمکش اجیر شده بازی کرد. دلون در دهه 1960 ستاره سینمای اروپا شد. او در دهه 1970 علاوه بر بازی در فیلم دومین دو شرکت تولید فیلم خودش رو هم تأسیس کرد و به جمع ثروت پرداخت. او در اون زمان یکی از ثروتمندان جهان بود و فیلم هایی با نشان AD تهیه می کرد. او سپس یک شرکت هواپیمایی هم راه اندازی کرد و بخشی از ثروتش رو در زمینه مورد علاقه خودش یعنی جمعآوری آثار هنری و پرورش اسب های مسابقه ای گذاری کرد. گنجینه شخصی او کم نظیره. او صاحب عتیقه هایی هست که بسیاری از اونها در موزه ها به نمایش گذاشته شدند. او در دهه 1980 به سوئیس نقل مکان کرد تا بر عملکرد شرکتی که محصولاتش به نام آلندلون به فروش می رسید نظارت بهتری داشته باشه. آلن در سال 1998 در فیلم نیمه شانس بازی کرد و سپس اعلام بازنشستگی کرد و گفت من در بیشتر فیلم هایی که بازی کردم یا دزد بودم یا پلیس. اما جالب اینه که فرقی نمی کرده که چی کاره بودم. در همه فیلم ها تنها بودم. نمیدونم اما فکر میکنم کارگردان ها و حتی تماشاگران همیشه دوست داشتند منو تنها ببینند نخستین نامزد او رومی اشنایدر بود که پیش از اون که کارشون به ازدواج کشیده بشه از هم جدا شدن آلندلون در سال 1964 با ناتالی کانوباس ازدواج کرد و از او صاحب یک پسر به نام آنتونی شد آنتونی هم بازیگره این زوج در سال 1969 پنج سال بعد از اینکه با هم ازدواج کردند از هم جدا شدند اما در سال 1968 یه حادثه مهم در زندگی آلن رخ داد درست یک سال قبل از اینکه از همسرش جدا بشه در این سال جسد استفن مارکوویچ محافظ سابق دلون در گاراژ خانه او پیدا شد شایعات حاکی از این بود که آلن دلون محافظش رو به خاطر اینکه فهمیده بوده به همسرش علاقه من هست کشته اما زاویه تاریک این قتل هیچ وقت روشن نشد و آلندلون تبرعه شد. او در سال 1987 در 52 سالگی با یک مانکن هلندی به نام روزالی فان بیرمن ازدواج کرد و از او صاحب دختری به نام آنوشکا و پسری به نام آلن فابیانی شد. اما این زوج هم در سال 2002 تقریبا 15 سال بعد از ازدواجشون از هم جدا شدند. آلندلون به طور رسمی دو تا پسر و یه دختر داره اما یه پسر سومی هم داره به نام آری بولونی از نیکو ستاره آلمانی راک این پسر سال 1962 به دنیا اومده و در سال 2022 ظاهرا بر اثر مصرف بیش از اندازه مواد مخدر در پاریس از دنیا رفته دلون همیشه وجود این پسر رو انکار می کرد فرزندان آلندلون هم رابطه خوبی با پدرشون نداشتند. او رفتاری به شدت سخت گیرانه با دوتا پسرش داشته تا جایی که سر و کار هر دو اونها به مواد مخدر، اسلحه و زندان افتاد. او رابطه نزدیکی با دختر خودش آنوشکا داره. آلندلون وصیت کرده که نیمی از دارایی او به آنوشکا و نیم دیگرش بین دوتا فرزند پسرش تقسیم بشه. آلندلون جدا از اینکه میگفت طرفدار فیلمسازی مدرن امروزه نیست اما فیلم های قدیمی خودش رو هم نگاه نمی کرد. البته دلیلش این بود که بسیاری از همکاران قدیمیش مرده بودند و تعداد کمی از همکارانش در قید حیات بودن زنده شدن خاطرات شیرینش کنار دوستانی که دیگه نیستن براش بسیار دردناک بود آلن در روزهای آخر عمرش با سگش وقت میگذروند و بین فرانسه و سوئیس در رفت و آمد بود آلندلون فیلم های بسیار موفقی در کارنامه بازیگری خودش در فرانسه و اروپا داره اما هیچ کدوم در سینمای هالیوود راه پیدا نکردند و ترجمه هم نشدند. آلندلون سه ماه آموزش زبان انگلیسی دید و به آمریکا رفت. هفت سال اونجا زندگی کرد. در آمریکا شخصیت او بارها مورد انتقاد قرار می گرفت. چون او به شدت وطن پرست بود و میهن شیفتگی داشت. او به فرانسه بسیار عشق میورزید و جامعه آمریکایی رو هم زیاد دوست نداشت بیشتر نقش هایی که او در این دوره بازی کرد تحت شعاع همبازی های آمریکاییش قرار گرفت منتقدان این عقیده رو دارن که آلندلون نتونست مثل سینمای فرانسه در آمریکا هم به سوپر تبدیل بشه آلندلون همیشه پرهاشیه بود یک بار گفته بود که آماده مردنه و سگش هم همراه او باید در آغوشش بمیره ستاره سینمایی فرانسه و استوره زیبایی و جوانی در مصاحبهش گفته بود دیگه تاب موندن در این جهان رو نداره هنوز غرق در دنیای جوانیش هست و تاب این روزهای سوال رو نداره از دنیای امروز متنفر و بیزار شده بود و می گفت همه چیز مصنوعی و تحریف شده است میگفت بدون هیچ دلبستگی و افسوسی این جهان رو ترک خواهم کرد همه چیز آماده است حتی گوری که در معبد در انتظار من است آماده است آلندلون ساعتی پیش در خونه خودش در حالی که سه تا فرزندش و خانوادهش در اطرافش بودن از دنیا رفت او پنج سال پیش دچار سکته مغزی شد که این سکته منجر به ابتلا به بیماری آلزایمر در او شد در سال 2019 آلندلون به دلیل میگرنهای های مکرر در یک کلینیک در سوئیس تحت درمان قرار گرفت مشکلات سلامتی او پس از مرگ همسرش آغاز شد و پس از سکته مغزی وضعیت او بدتر شد تا اینکه به مرگ ختم شد لطفا شما عزیزان هم یک جمله در وصف آلندلان بنویسید شاید براتون جالب باشه در مورد پرونده آرمان و غزاله و اتفاقاتی که برای این پرونده رخ داد اطلاعاتی داشته باشید اگه علاقه دارید این ویدیو رو تماشا کنید لطفا روی این تصویر کلیک کنید سپاسگزارم که این ویدیو رو لایک کردید بدرود